سلام اردت میسم حسینی هستم از اتاق پایتخت کشور کانادا. ببخشید برای چند هفته بود ویدیو نذاشته بودم. اوه خدا وکیل دمتون گرم. بچه‌ها بعضی موقع مثلا میان توی اینستا من میگن آقا چرا ویدیو نمیذاری، مثلا مسخره کردی چرا ویدیو نمیذاری، من اصلا خودم خجالت میکشم. میگم خدا وکیل دمتون گرم که انقدر به من حال میدید و ویدیوها رو نگاه میکنید. ارژنگ امیرفضلی عزیز که من کلی خاطره دارم با ویدیوهاش میگم، با فیلماش توی بچگی، یه یوتیوبی درست کرده که حتما بهش سر بزنید، ازش حمایت بکنید. یه ویدئویی درست کرده که مثلا حالت طنز زندگی مثلا یه جای مثل تورنتو رو مسخره کرده، از لحاظ هزینه‌هاش، از لحاظ درآمدش، هزینه‌هاش، هزینه مسکن، هزینه ماشین خورد و خوراک و رفت و آمد، که خب خیلی از بچه‌ها لطف کردن این ویدئو رو برام فرستادن و گفتن مثلا نظر چیه، که اولا خیلی ممنون که من رو قابل دونستید که بتونم رو حرفای ایشون نظر بدم. دو اینکه می‌خواستم توی این ویدئو بیام دقیقاً بر اساس عددهایی که آقای امیرفضلی گفتن، و فقط هم آقای امیرفضلی نیستن، خیلی‌ها دیدید توی چند وقت اخیر توی کانادا خیلی دارن شکایت میکنن که خیلی‌هاش هم درست هستش. ولی من می‌خواستم توی این ویدیو بریم قشنگ اون عددا رو مرور کنیم و مثال خودم و خیلی دیگه‌ای که می‌شناسمو بزنم. خب برابرش من الان دیگه 5 سال توی کانادا هستم، فکر می‌کنم یه مقدار بتونم نظر بدم. خب خونه‌مو خریدم اینجا، ماشینمو خریدم، زندگیمو دارم، کار خوبمو دارم. من که میگم من نوعی هستم، هر جا خودمو گفتم میسم، صرفا میسم نیست، میسم و امثال میسم هایی که دور و بر من زیاده، یکیش مثلا دوست خودمی که الان پیش خودم بالا خوابیده. خدمت شما عرض شود که افرادی رو مثال بزنیم و با هم بریم جلو. فقط قبلش یه خواهشی که ازتون دارم، اگه حال کردید سابسکرایب کنید، لایک کنید، همه این داستانا، اگر نکردید فدای سرتون، من به عشق خودتون اینجا الکی مثلا لایک نکنید ناراحت نمیشم، نمیشه فکر کنم نمیشه. ببینید نکنید، قبل از اینکه بریم صحبت کنیم شما یه چیزو در نظر بگیرید. یک اینکه کجای ایران زندگی، با فرض اینکه مثلا ایران هستید یا هر جای دیگه هستید، کجای اونجا زندگی میکنید؟ آیا تو شهرهای بزرگ هستید یا مثلا روی شهرستانهای کوچیکتر، یا مثلا شاید حتی توی روستای خیلی زیبا زندگی بکنید؟ آیا تو شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و اینا هستید؟ و اینکه توی اون شهرها کجای زندگی میکنید؟ برای مثال تهران میگم، توی الهیه، فرمانیه، سعادت‌آباد، نیاوران زندگی میکنید، یا مثلا توی محله های متوسط تر زندگی میکنید، مثلا مثل نواب، راهن، شوش، نازیاباد، یاخچیاباد، شهر ری، اسلامشهر، واوان، ورامین و همینطور قرچک، همینطور به سمت پایین. چند درصد توی اون محله های بالا زندگی میکنید؟ چند درصد؟ چه وسیله نقلیه‌تون چی هستش؟ از مترو و اتوبوس استفاده میکنید یا ماشین دارید؟ ماشینتون چی هستش؟ ماشین های نسبتا معمولی تر هستش یا مثلا بنز و بی ام و این ماشین های مثلا خیلی مثلا لکسوس داریم؟ لنکروز هستش، علاحضرت مثل اینکه میگن جایدن بهش. و اینکه ماشینتون چجوری خرید، خودتون خریدید یا براتون مثلا خانواده فراهم کردن؟ اینا رو یه مقدار توی ذهنتون داشته باشید. و اینکه کجای حالا اون شهر زندگی میکنید، توی مثلا برج زندگی میکنید، خونتون چند متر است، اینا رو خودتون و وجدان خودتون با خودتون داشته باشید. بعد بریم سراغ صحبت های امیرفضلی. آقای امیرفضلی اومدن گفتن که آقا مثلا $3000 اولین چیز درآمد، $3000 توی تورنتو درآمد دارن بچه‌ها، به قول اینجا یه میگن right of the bat، یعنی اول از همه $3000 درآمد کمی هستش، واقعا $3000 درآمد کمی هستش، ولی در این حال $3000 با دلار کانادا که الان 47,000 تومان شده خیلی پوله، ولی واقعیتش اینه که $3000 درآمدی هستش برای کارهای غیر تخصصی. به این معنی نیستش که کار بدیه. نگاهیم مثلا برای خودم، مثال من اولین کارم دستفروشی بودش، تو ویدئوهای یوتیوبم گفتم اولین کاری که من تو ایران کردم این بودش که بابام بردش بازار، یه سری چیزا بازار خریدم، اومدم سر بازار نشستم دفتر جلد می‌کردم برای مردم، یه پولی ازشون می‌گرفتم. کار بعدی مثلا تراکت پخش می‌کردم، موقع کنکور که می‌شد می‌رفتم تراکت پخش می‌کردم توی محل دم دانشگاه‌ها، در حد اینکه پول تو جیبم بیاد. بچه بودم اون موقع، هنوز دانشگاه هم نمی‌رفتم، توی دانشگاه مثلا ادیت تستای کنکور می‌کردم، چون اون موقع ذهنم خیلی هنوز همه کتابا رو می‌دونستم و اینا، ادیت تست کنکور می‌کردم. یه مقدار رفتم جلو توی دانشگاه آخرای لیسانس، خب هنوز خونه پدرم دارم بودم، آخرای لیسانس کارم چی بود؟ یه داشتم نقشه بردار بود، من کارم این بود دیگه، این بیل بلک نقشه برداری اینجوری می‌گرفتم، خب بعد میگم مهندس برو اون ورتر، من مثلا می‌رفتم اون ورتر، این از اون نقش توی اون دوربینای اسم قشنگی هم داشت، یادم رفت، سوئیسی بودم، برند سوئیسی، از اون دوربینا می‌خوندش. بعد مثلا یه بار مثلا رفته بودیم توی ساختمونی، مثلا من ساختمون 20 خورده طبقه بود، بعد هر طبقه می‌رفتم دم پنجره شده اینجوری کاغذ نگه می‌داشتم، این دونه دونه می‌ذارم، مثلا 3 ساعت هی طبقاتو می‌رفتم اینا، تا اینکه رفتم مثلا سازمان بورس بهم گفتن آقا حقوق مثلا سربازی بهت می‌دیم 400,000 تومان، که من اصلا خوشحال شدم، گفتم آخ جون، دیگه پول قلیون و میلیون و اینجور چیزامون ردیف شد. حالا موقع قلیون که چه حال دیگه، خیلی 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 کمتر، اصلا نمیتونم. میخوام بهتون بگم بعد اومدم اینجا مثلا یه دفعه کار پیدا کردم، و من و امثال من
که میگم الان خیلی از دوستان هستید، ببین حقوق سالانه بالای 100,000 دلار توی یه جایی مثل کانادا، مثلا من دوران دانشجویی اینجا بودم 50,000 دلار توی 2 سال دانشجویی تونستم از دانشگاه حقوقها و اسکالرشیپ های مختلف بگیرم و پسنداز شد این پول. خب الان که مثلا بعد 5 سال توی کانادا هستم، خب مثلا حقوقم بالای 100,000 تا، سی سرمایه گذاری دارم، یه سری بیزنس جانبی دارم، حالا من تازه مجردم، خیلی از دوستام هستن که حقوقاشو از من بالاتره، 130 140 150 تا به راحتی دارن میگیرن. این که مثلا حقوقای کانادا باز نسبت به آمریکا کمتره، این توش هیچ شکی نیست، ولی با 130 40 50 تا حقوقای خوبیه و میگیرن. تازه خیلی من مجردم، خیلی اصلا پارتنر دارم، پارتنرشون مثلا 80 تا 90 تا 100 تا میگیره. بچه ها این حقوق ها برای کار تخصصیه، شما باید یک تخصصی داشته باشید. حالا تخصص یکی میتونه این باشه که مثلا فوق لیسانس و دکترا خونده توی رشته عمران، توی رشته مثلا آرکیتکچر، توی کار خودش مثلا فایننس، توی اقتصاد، هر چی داره کار میکنه توی شرکتی. شرکت هم فکر نکنید مثلا مایکروسافت و گوگل و اپل اصلا، نه، دوستای خود من 145 هزار تا شرکت های کوچیکی میگیرن که اصلا اسمشون هم شاید من و شما نشیده باشیم، تازه پارتنرشون هم همینطور. یا لزوما هم درس نیستش، یکی اومده اینجا کار تخصصی داره انجام میده، مثلا رنوویشن خونه انجام میده. یکی از دوستای من تو کار نصب کولر و مثلا پکیج و اینجور چیزا برای خونه هاست. خب شاید تحصیلات خیلی خاصی هم نداره ولی درآمد خوبی داره. دوست دیگه ای دارم مثلا کارش اینجکشن بوتاکس هستش. خب تخصص داره، واقعا تو کارش خوبه. این رو در نظر داشته باشید تو اون صحبتایی که با خودتون میکنید که چه تخصصی دارید. این افراد هم تخصص دارن، هم که زبانشون خیلی خوبه. من خیلی وقتا با بچه‌ها که صحبت میکنم مثلا یه مقدار شاکی هستن از اینکه کار خوبی نمیتونن پیدا کنن. مثلا یه دفعه میریم یه جا یه کافی میخوایم سفارش بدیم، یه مثلا مکالمه ریزی میشه، بعد زبانشون که میبینم، خب نمیتونم بهشون چیز بگم ناراحتشون کنم، ولی خب واقعا زبانشون خوب نیست. واقعا زبانشون در حد اینکه بخوان اینجا برن تو دل جامعه و جامعه بتونه بهشون یه حقوق خیلی بالایی بده، حالا چه حقوق کارمندیه چه حقوق بیزینسشونه، واقعا به اون صورت نیستش. پس اینو در نظر داشته باشید بچه، 3000 دلار حقوق کمی هستش. افراد متخصص، من مثلا اون موقعی که خودم حقوق 100,000 تا مثلا گرفتم، خب دور و بریام می‌دیدم خیلی کمترین حقوقو دارن و مثلا خیلی هم گفتن آقا 100,000 تا به راحتی نمیشه تو کانادا در آورد، که واقعا هم درسته. ولی الان بعد 5 سال بچه جدی میگم، خیلی از رفقای من خیلی دارم بیشتر من در میاد. تو همین شهر اتاوایی که ما هستیم من خیلی با بچه‌ها صحبت میکنم، من اینجوریام که بابا دمتون گرم، چقدر دارید پولای خوبی میگیرید. تازه خودشون میگیرن، مثلا پارتنرشون هم میگیره. میدونی همین افراد امثال ماها اولش که اومده بودیم، من یادم صحبت میکنم گفتم یه حقوق بگیریم 50,000 تا حاجی چه حالی میده. ولی خب الان مثلا نگاه میکنم میبینم دوستم مثلا 130,000 تا میگیره، میگه نه بابا من باید 160,000 تا بگیرم. خیلی خوبه، این نشون میده که چی پیشرفت میکنه. برای چند سال کار تخصصی باید یه تخصص داشته باشی، باید زمان تو خوب باشه. پس این میشه چی داستان درآمد. حالا بریم سراغ هزینه‌ای که آیا امیر فصلی گفتن. سعی میکنم یه مقدار تندتر برم جلو. ببین اولین چیزی که گفتن هزینه مسکن دو خواب مثلا 3000 دلار همه پولت میره یا 2500 دلار. باز برمیگردیم به اون چیزی که اول گفتم، شرایط خودتون رو در نظر بگیرید. ببین من تا لحظه‌ای که از ایران خارج شدم فقط یه مدت کوتاهی تونستم مجردی زندگی کنم، اونم توی خونه‌ای بود توی شهران، اونم تازه از طریق سازمان بورس گرفته بودیم. خیلی از همکارای من توی سازمان بورس افرادی بودن که مثلا از شهرستان‌های مختلف اومده بودن، حقوق سازمان بورس هم حقوق خوبی بود. افرادی مختلف بودن که از شهرستان‌های مختلف اومده بودن و جاهای خیلی متوسط تهران اولش خونه گرفته بودن. یه سریشون یادم نواب بودن، یکیشون حتی شهرره بود، یکیشون حتی رفته بود اسلام شهر خونه گرفته بود. بنده خدا 1 ساعت و خورده‌ای هر روز میومد تا سر کار سازمان بورسی که حقوقش خوب بود. و همه این افراد جالبه، باز بعد 4-5 سال بودم دیگه تو سازمان، تقریبا همشون خونه خریدن. یکیشون مثلا رفتش نارمک خونه خرید، یکیشون رفتش مثلا یکی چی بود سمت غرب بغل سعادت آباد، اسمش یادم رفت، بچه شما میگید اونجا مثلا خونه خرید. یکی شهران، خیلیشون شهران خونه خریدن، غرب شهر نسبتا جنوب، حالا یه مقدار یکی حتی تو نواب خرید. ولی باز همون افرادی که اول اومدن با مترو میرفتن میومدن، خونه اجاره کوچیک داشتن مثلا توی جنوب شهر، کم کم من دیگه داشتم سازمان میومد دیگه، همه افراد خونهشون رو مثلا خریده بودن، ماشینشون رو ارتقا داده بودن، مثلا پرایدو کرده بود 206 کرده بود ال90، حتی یکشون رفت سراتو خرید اون موقع.
این رو در نظر بگیرید که چی میشه یه دفعه ما اون لایف استایلی که تو همه دنیا هم همینه، یعنی شما از کم شروع میکنی، کم 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 میسازی میای بالا. چی میشه من یه دفعه میام میخوام برم تورنتو، که حالا یه نکته هم در موردش میگم الان، میخوام برم تورنتویی که واقعا یکی از گرونترین شهرهای دنیاست. بعد تو تورنتو هم نمیخوام برم نوابش و اسلام شهرش و اینا، مثلا نمیخوام برم نیو مارکت که حالا مثلا یه 45 دقیقه یه ساعت راهه، میخوام برم توی نورث یورک، میخوام برم توی بلوری که مثلا $3,000، مثلا اینکه مثلا من از یک شهرستان کوچیکی بیام تهران یه حقوق کارمندی بخوام داشته باشم، بگم نه من باید سعادت آباد الهیه نیاوران فرمانی زندگی کنم. خب نمیشه، دنیا اینجوری کار نمیکنه، باید از جای پایین شروع کنیم. و روی صحبت منم با آدمای پولدار نیست، آدمای پولدار هر کاری دوست دارن میتونن بکنن چون پول دارن. روی صحبت من با میسمهای معمولیه مثل خودم، خب، و دوستای دور و برم که میشناسن. پس بچه‌ها این مقدار بیاید واقع بینانه باشیم. $2,500 که مثلا ارجنگ هم فازی میگم برای یه خوابه، توی همین شهر ما جایی که من زندگی میکنم یه استودیویی بود که $870 میدادم. همین الان تو همین شهر ما شما میتونید خونه بخرید، ببخشید خونه اجاره کنید یه خوابه با $1,400-$1,500. دوست خود من یه خوابه گیر آورده یه مقدار قدیمی تر، آره تمیز نیستش، خیلی مثلا خفن نیست، ولی با 1,200 گیر آورده. خب باید قبول کنیم. باز میگم همونی که من که اول میام نمیتونم یه خونه نوساز شیکه، بعد $2,500 جاییه که جیم داره، جاییه که استخر داره. خب بابا یه ذره منصف باشیم، تهران مثلا ساختمونی که زندگی میکردیم جیم و استخر داشت؟ اگه داشت خب میشیم قشر پولدار، خب دیگه اصلا داستان فرق میکنه. اگر نداشت چطوره که اینجا یه دفعه انتظار داریم توی محله خفن که مثلا نورسوی خب جز محله خوب تورنتوه. بعد حالا میرسیم سر خود شهر تورنتو. ببینید تورنتو شهر خوبی نیست. چرا؟ خب از لحاظ منی که هیچ نسبیتی بهش ندارم. ببین من تهران بودم و واقعا تهران خیلی انتقاد بهش وارده، واقعا شهر داغونی از یه لحاظایی، ولی واقعا من تهران رو دوست دارم و اصلا خودم رو نمیتونم تصور کنم که هیچ جایی بغیر از تهران زندگی بکنم. چرا؟ چون متعلق به اون شهرم و تو اون شهر به دنیا اومدم. یه دوستی داشتیم تو تورنتو، اصلا داشتیم صحبت می‌کردیم، انتقادای به همین گفتن تورنتو اینجوریه، تورنتو اونجوریه. گفت ببین من همه انتقادا رو قبول دارم، خارجی بود، ولی من تو این شهر به دنیا اومدم، کل خاطرات زندگی من تو این شهر، دوستش دارم شهر رو. خب همونجوری که من تهران رو دوست دارم با همه آلودگی و ترافیک و گرونیش و اینا، تورنتو هم همینه. ولی برای من و شما مهاجر تورنتو شهر خوبی نمیتونه باشه برای شروع. ببین نکنید همین اختلافا باعث میشه که الان من دوستایی که توی تورنتو دارم 4-5 ساله میشناسمشون، هنوز هیچ بیسی برای خودشون نتونستن درست کنن. بچه‌ها واقعا میگم دیگه بعد 5 سال، من مثلا قبلا 2-3 سال پیش میگفتم خب ببین من راست میگم، مثلا یه ذره باید برم جلوتر ببینم وضعیت همه چی، ولی الان دارم میبینم، الان میبینم دوستی که مثلا 5 سال تو تورنتوه شاید به زور تک و توکشون تونسته باشن خونه بخرن و حقوقای خیلی بالا داشته باشن. اونایی که من میشناسم، باز میگم جامعه آماری من محدوده، حرفای میسم محدود به دانسته های خودشه، ولی اتاوا خیلی از دوستام خونه خریدن حقوقای بالا، مثلا حتی خیلیشون دارن به خونه دومشون فکر میکنن بعد 5 سال 6 سال 7 سال. پس اینو نظر داشته باشی، اینجا درآمدتون تقریبا میتونه همون درآمد باشه ولی هزینه خیلی کمتر. یه حرفی هم خیلی از دوستان درست میزنن، آقا شغلا واقعا تو تورنتو؟ بله کاملا درسته، خیلی از شغلا تو تورنتو، ولی باز اختلافش مثل مثلا تهران و یه سری شهرستانا نیست. اینجوری نیست که همه کارا تو تهرانه و همه کارا تو تورنتو، نه، تو شهرهای دیگه کانادا هم خیلی چیزا پخش شده، تورنتو یه مقدار تمرکزش بیشتر است، کاملا درسته. ولی خب انصاف داشته باشیم، آقا اوکی شغلت تو تورنتو، ولی آیا حتما باید بری تو محله خوبه تورنتو بگیری؟ یعنی چرا مثلا، چطوره که مثلا اون بنده خدا از اسلام شهر حاضر بود درایو بکنه بیاد یه مدت تا مثلا ونکی که سازمان بورس بود، ولی تو تورنتو اون بنده خدا حاضر نیست از نیو مارکت مثلا بیاد تا مثلا، حالا نمیگم داون تاون، تا نورث یورک؟ چی میشه که یه دفعه استانداردامون اینجا تغییر میکنه، میگیم نه من باید تو قلب ماجرا باشم؟ یه مقدار باید اینو قبول کنیم که اوایلش سخته. این میشه چی؟ پس درآمدو گفتم 3000 تا کمه، شما باید 6-7000 تا رو 6000 تا رو باید براش تلاش کنید بعد مالیات، یعنی مالیات در هفته باید برای 6000 تا راحت تلاش کنید اگر تخصص داشته باشید. هزینه نباید 2500-3000 تا پول خونه بدید، باید برید یه جایی که قدیمی تر باشه، کوچیک تر باشه، امکان نداشته باشه، شهرتون عوض کنید، با زیر 2000 تا قضیه رو جمع بکنید. می‌بینید
درآمد داره میره بالا، هزینه داره میره. مثلا هزینه ماشین رو گفتن، شما نیازی نداره همون اول ماشین بخرید. یه مقدار بازی میشه به قول اینجا میگن دابل استاندارد. چی جوریه که من تو ایران با پراید و پژو ال90 راضی بودم، اینجا میام بهترین ماشین رو میخوام؟ بابا تو ایران بدترین ماشینا رو به صورت نقد با بیکیفیت ترین سرویس به ما میدادن، اینجا شما میای میتونیم مثلا قسطی بخری. آره من خودم همیشه دیدید که تو ویدئوام گفتم تو پاچه از سرمایه‌گذاری نیست، اول خونتون رو در نظر بگیرید. من خودم خونه خریدم بعد 4-5 سال، بعد 4 سال خورده ماشین خریدم. خب چجوری میشه که مثلا من همون اول انتظار دارم که حتما ماشین داشته باشم؟ آره ممکنه خانواده‌شم نیاز به ماشین داشته باشم، اوکی خب پس یه ماشین کار کرده یه مدل پایین‌تر بخرم. من الان خیلی از بچه‌ها بهم میگم آقا ماشین بالا نخرید، مثلا میگم خودت چرا رفتی بنز خریدی؟ میگم خب ببین من احساس کردم که به یه جایی رسیدم میتونم افوردش کنم راحت، وگرنه همین الانم میگم بنز منم همش از این است. خب ولی من به یه جایی رسیدم گفتم حالا بگیرم. ولی خیلی از دوستان بهم میگم نه آقا برید یه ماشین ارزون بخرید، اینجا واقعا ارزش نداره، هزینه‌اش خیلی بالا. پس اینم میشه هزینه ماشین. هزینه اینشورنس یا بیمه رو گفتن $400. من توی اتاوا هزینه بیمه ماشین بنزم $155 با مالیات، یعنی همه چی رو بذاری رو هم $155. سنم بالای 30 سال، سابقه رانندگی داشتم، یعنی اون $400 مال تورنتو و برای کسی که سابقه رانندگی نداره. خب باز میشه چی؟ یکی از چیزایی که توی تورنتو باید بیشتر بدید. مثلا هزینه رستوران و اینا. بچه ها یه چیزی هم بهتون میگم، اگر تو تهران من بودم چقدر رستوران میرفتم، چقدر کافه میرفتم، چقدر بیرون میرفتم، هی پول خرج میکردم. یعنی توی تهران هم که من بودم واقعا یه مقدار سعی میکردم حواسم به پولام باشه، نه اینکه نمیرفتم، میرفتم، ولی اینکه هی بخوام بگم آقا مثلا هزینه رستورانم چقدر میشه، هزینه اینم چقدر میشه، هزینه خورد و خوراکم چقدر میشه. و این رو هم در نظر میگه خیلی همون توی مثلا کشور خودمون ایران با پدر مادرامون زندگی کردیم و خیلی هزینه رو نمیدیدیم. اینجا که میای مستقل میشیم هزینه خیلی به چشمون میاد. توی تهران هم اگر مستقل میشدیم هزینه خیلی به چشمون میومد. و اینکه توی تهران خیلی ها کار نکردن، من اینم تجربه صحبتم با بچه ها، اولین کارشون توی کانادا بوده و این خیلی بهشون فشار میاره. میگم خب قربونت بشم قبلا کار نکردی. و یه نکته دیگه مثلا کارو آردونستنه. مثلا بچه ها میان اینجا میگم من نمیتونم کار جنرال بکنم. ببینید بچه ها یه نکته رو بهتون میگم، همه آدم ها یک جایی در زندگیشون باید سختی بکشن. خدا رو شکر میگم که من توی مراحل اولیه زندگی می سختی رو کشیدم. خب دستفروشیمو کردم، تراکتامو پخش کردم، من و امثال من باز میگم و واقعا با بچه‌هام اینجا صحبت میکنم همه اینجوریان. هم. تو پیتزا فروشی کار کردن، تو لباس فروشی کار کردن، کار آر نیستش. خیلی ها بودن تو ایران بهترین زندگی رو داشتن، پدر مادرشون بالا سرشون بودن، خدا حفظشون بکنه، ولی یه دفعه میان اینجا یه سختی بهشون وارد میشه. ببین اون سختی رو همه باید بکشن، چه اوایل زندگیتون چه بعدن تو زندگیتون. خیلی کمن کسایی که میگن آقا ما هیچ سختی نکشیدیم، مثلا طرف خیلی پدر مادرش پولدار بودن و هیچ سختی نکشه، که من واقعا خدا شاکرم که اون سختی ها رو کشیدم. بچه ها نمیدونید وقتی واقعا بعضی موقع حالا میگم و میشینیم میگیم آقا چی میشون، مثلا ما پدر مادر پولدار داشتیم کیف میکردیم، ولی واقعا بعضی موقع هم برای اینایی که همه چی دارن و پول دارن دلم میسوزه. میگم لذت اینکه یه چیزی رو خودشون به دست بیارن هیچ وقت شاید تجربه نکنن، شاید هم بکنن نمیدونم، حالا شاید هم از رو حسودیم دارم این حرف رو میزن، ولی واقعا میگم مثلا من یه دفعه میام این گوشی رو خودم میخرم، الان این ماشینی که من خریدم مثلا همین گفتن آقا بعد یه هفته برات عادی میشه، خدا شاید هر روز میرم توش کیف میکنم، چون خودم با زحمت خودم ریال به ریال دلار به دلارش خودم گذاشتم روی هم. وقتی خودتون تلاش می‌کنید چیزی به دست میارید خیلی لذت بخشه، واسه انگار اصلا این لذتش تموم نشدنیه. خب پس این رو هم در نظر بگیرید، این سختی‌ها یه جایی میشه که لذتش براتون تموم نشدنیه. درمجو بچه‌ها گفتم بس درآمد، بس هزینه‌ها، شهرتون رو یه جایی رو انتخاب کنید که بتونید بیستون رو بسازید، هزینه‌هاتون رو خیلی ببینید. هزینه چیزیه که وقتی شما انجام بدید دیگه نمیتونید کلابک داشته باشید، دیگه نمیتونید برش کردید. اگر کافی نسپرسو میخورید هر روز دیگه نمیتونید بگید من خب میام کافی مثلا پودری معمولی میخورم، دیگه عادت میکنید. اگه ماشین خوب اولش سوارشید همیشه، این بحث من نیست، اصلا کلا تو فاینانشال ادوایس هایی که خارجی ها میگن همیشه سعی کنید لایف استایل اول درآمدتون رو کامل آپگرید کنید، بعد لایف استایلتون رو کم کم آپگرید کنید. اگه لایف استایلتون آپگرید کنید
بچسبه به درآمدتون، مثلا هزینهاتون بچسبه به درآمدتون، بعد دیگه نمیتونید هزینه ها رو کم کنید. من با بچه‌ها صحبت میکنم میگم خب آقا اینو بی خیال شو، اینو که نمیتونم. میگم آقا اینو بی خیال شو، مثلا این هزینه رو نکن. میگه نه این که اصلا باید بکنم، مثلا رو سلامتی میتونم. یعنی ببین یه سری هزینه ها دیگه چسبیده نمیتونی، چسبندگی هر کاری هم کنی نمیاری پایین. میدونی کسی که ماشین خوب سوار شده، خونه خوب زندگی کرده، کافی خوب خورده، غذای خوب خورده، مثلا دو بار رستوران رفته، نمیتونه از اینا بگذره. مثلا پول مربی فلان میده، پول مثلا کوچ لایف میده، خب لایف کوچ میده، اینا رو دیگه نمیتونه ازش بگذره. بچا خیلی طولانی شد، 20 دقیقه شد. از آقای ارجنگر فضلی ممنون، ازش حمایت کنید. نمیدونم این صحبت رو به درتون خورد نه، یه سریش ممکنه تکراری بوده باشه، ولی گفتم یه سری هم پیج باز شده میان سری آوی خارجی ها بدبختن. بچه نیا کنید، کسی که 20 سال 30 سال اینجا زندگی کرده چرا تخصص نداره؟ یعنی من سوالم اینه چرا یک نفر بعد 20 سال تو کانادا باید حقوقش 70-80 هزار تا باشه؟ چرا؟ تخصص نداشته. حالا اون تخصص تحصیلاته یا مثلا یه رشته کاری رو بره توش تخصص، آقا ناخون کار بشه، آرایشگر خیلی حرفه‌ای بشه. چرا؟ فرض کن تحصیلاتم داشته، من تحصیلات دارم، من نوعی یه کار خوبی گرفتم، باید خودم رو آپگرید کنم که بتونم برم مراتب بالاتر. این تلاشه تموم نمیشه. من خیلی رو دیدم که یه کاری پیدا میکنن و مثلا 10-15 سال میبینی همونن. ببین شما باید خودت آپگرید کنی، تو کارت بری بالاتر، پوزیشن بگیری بعد 10-15 سال. اوکی، تو کارت نمیخوای بری بالاتر، یه ساید بیزنس را بندازی، سرمایه گذاری بکنی، بری یه خونه بگیری بدی اجاره بعد چند سال. یکی اینا رو باید بکنی. نمیتونی انتظار داشته باشی که خب من 70-80 هزار تا 90 هزار تا حقوق گرفتم، 10 سال پیش حقوق خوبی بود، الان دیگه نمیتونم هیچی رو باش پرداخت بکنم. خب چرا تو این 10 سال آپگرید نشده؟ میدونید اینا سوالایی که باید از افراد بپرسید. چی کار میکردی تو 15 سال گذشته؟ من مثلا من رفتم CFA گرفتم. چرا؟ خب من که داشتم حقوقم میگرفتم، ولی دیدم همکارام دارن همه میگیرن، من باید به قول اینجا کامپتیتیو بمونم، توی این رقابته بمونم و خودم بکشم بالا. دنیا دنیای بیرحمیه، داره به سمت کپیتالیزم میره. حتی جایی که میگن داستان سوسیالیست و ایناست، اصلا این چیزا رو باور نکنید. افتادن تو دام چیزی مثل سوسیالیسم مثل اینه که الان شما دولت بیاد بهتون میگه آقا خیالت راحت، این جامعه سوسیالیستیه، ما هوا تو داریم. نتیجهش میشه این که الان تو فرانسه سن بازنشستگی مثلا دارن 65 سال میرن 70 سال، تو آمریکا صحبتش هست. بعد شما یک عمر به حرف این که دولت هوامو داره خیلی تلاش نکردی، سعی کردی با همون نرم جامعه اصلا تو اون رت ریس بری، بعد یه دفعه 60 سالت میشه میگن آقا نه 15 سال دیگه باید کار کنی. اون موقع دیگه چاره ای نداری، مجبور میشی کار کنی. این میشه که شما میرید مثلا یه کشیر میبینید خانومه مثلا 60 سالشه، پشت باجه وایساده، کار خیلی قشنگی و اصلا مشکل نداره، ولی من واقعا نمیخوام دیگه تو 60-65 سالگی مثلا 8 ساعت در روز سر پا وایستم. میدونی گول این چیزها رو نخورید، باید شما خودتون هوای خودتون داشته باشید. این دنیا فقط و فقط سخت‌تر میشه. تورم، امروز تورمه، فردا جنگه، یه جوری همه چی گرون میشه. خیلی جالبه، یه خونه ای رو داشتیم ما چند روز پیش تو همین اتاوا میدیدیم، گذاشته بود 1,000,000 برای فروش، خونه کلنگی بود، صاحبش از اول همون بوده. خب 1,000,000 دلار گذاشته بود خونه کلنگی توی یکی از بهترین محله‌های اتاوا برای فروش که میتونستی بکوبید دوتا خونه ازش در بیاری. بعد رفتیم نگاه کردیم ببینیم آخرین، چون شما میتونی تاریخچه خرید و فروش ها و قیمتش رو ببینی، بعد دیدیم او تاریخچه میره 1950-60، یعنی 50-60 سال پیش خونه رو خریده بوده 12,000 دلار. خونه 12,000 دلاری الان 1,000,000 خورده ای داشت میفروخت. حالا یکی ممکنه اون موقع بگه بابا خونه چه ارزشی داره، مثلا میدونید همین 5 سال پیش شما بابا بلکو خونه اجاره نشین. خودتون رو بسازید، از لحاظ مالی قوی کنید، دنیا فقط و فقط سخت‌تر میشه. اینو بهتون قولم، هیچ چیزی آسون نمیشه. ارادت داریم دیگه، اصلا خیلی رفتم تو چیزای چرت و پرت. مخلصیم، به امید موفقیت تک تکتون. سینس اگه حال کردیدم لایک کنید، نکردیدم فرصت. آقا من برم، ارادت داریم، مخلصیم.